ببین بابا جان، یه جایی میخوندم میگفتش که انسان چیزی نیست جز محصول انتخاب‌های خیشتن. بعد دقیقا پدر جان اینو شما کجا خوندین؟ اینو رو دیفاد یه دونه این فلافل فروشی های پرکن بخور هست حتی اشبار بخطابه ترکی یه بار بردمه تا سی روز فلافل از همه جا بذاری یاده؟ بله. نه منظور جمله رو گرفتی بابا؟ تا حدودی. نه بابا جان، این که یه تا حدودی و این چیزا به درد من نمیخوره. ببین منظور نظر اینه، یعنی این که شما اگه همبرگر بخوری یه اتفاقی برات میفته، اگه مثلا هات داگ پنیری بخوری یه اتفاق دیگه برابر اینه دیگه، باید ملتفت شده باشی بابا. فکر میخونم بابا، فکر میخونم درات بابا جان. خوب دقت بکن به عرض من، ببین چی دارم بدیم. حالا مثلا نگاه کن، این خیابان را یه طرفه، بله، اینا درس زندگی دارم بدیدم. بله. خیابان یه طرفه آدم تکلیفش باش روشنه، ولی این خیابون الان دو طرفه، خیابون دو طرفه رو شما باید حواست باشه دقت بکنی. راست رو که نگاه کردی، اگه دیدی ماشین نمیای حرکت بده بچه‌ها. بابا بابا چیزی تو نشد؟ یا خدا خدا چی شد؟ برو وسط خیابون وایسادی. نه خوبی خوبه بابا، بده بالا بابا، خوبه بابا، خوبی بابا، خوبه خوبه. میخوای ببرم تو چو بیمارستان؟ نه عزیز من خوشا ببری بیمارستان. خوبه خوبی برو خوبه خدا رو شکر. آقا بیا بابا، چه داری خوشا داری میری؟ من سر دیگه دیوانه، من که در میری گفتم به چی ببرم بیمارستان؟ بکنی من ببری بیمارستان؟ آقا من چی داری؟ من ببر قبرستان. نگیری آقا، فیلم بگیر. آقا من چی داری؟ فیلم بگیر. نگیری آقا، من داری دیگه بخواهم بری دوستو چیکار بکنی؟ من ببر کشتی. آقا تو وسط خوابو بایی آی آی یوهناس، من زده هیپوفیز من بابا. آقا هیپوفیز هم چه 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 هیپوفیز هم داخل شد؟ تو مادر چی بابا؟ بفهم آقا کابوس بخور جون بگیری. حواست کجا بود کابوس خان؟ چی کار میکردی که ماشین اومد زد بهت؟ ماشین به من زد؟ و کی زد؟ من زدم به ماشین. ما داشتیم با آقا قدرت بچه هم قدم زدیم تو خیابون، بعد یه دفعه آقا قدرت ناغافل دست من رها کرد، پری وسط خیابون. وای خدا مرگم بده، خدا به جفتشون رحم کرد آقا پرویز. بعد من دیدم خب اگه من نرم الان ماشین میزنه به آقا قدرت، دیدم اگه برم ماشین میزنه به خودم. به واسطه همین دیگه در کسری از ثانیه پرت کردم خودمو جلو ماشین، آقا قدرت گرفتم پرت کردم طرف دیگه، ماشین زد به من. الهی قربون فداکاریتون برم، شما همیشه جونتون مایه گذاشتین برای خانوادتون. یا پریدی بچه رو نجات دادی؟ آره بله دیگه، من دیدم بچه‌م تو خطره، به واسطه همین بچه رو گرفتم پرت کردم تو پیاده رو، ماشین اومد رفت رو. ولی پدر جان اینجوری نبود. نه بابا جان، شما در همون لحظه ترسیده بودی، چشاتو بستی چیزی نیست. خب خدا رو شکر حال مریض ما هم که خوبه. بله الحمدلله. ببخشید آقا کابوس، شما برای چی میخندی؟ خندیدم آقا، خب من الان دستم تو گچه، مثلا ناراحت بشم؟ باشه دستتون تو گچه، خنده نداره. تمام اینو بده بخوره. چشم دهنه مهنوز نده نمیخوره. بگم کابوس خان بچه رو پرت کردی اونور، بعد ماشین اومد زد بهش؟ سوال بی جای فرمودید. ماشین از این ماشین محمولی ها که نبود. و چی بود؟ ماشین بزرگ مینیبوس بود. وای آقا این مینیبوس بود، اومد با تمام قوا دیدم داره میاد بزن با کمر من. آقا من تمام زور خود با جب جام، اون فشاری که داشت میاد به سمت کمر من، من اون فشار رو منتقل کردم به خود مینیبوس. یه همچی کردم مینیبوس پرت شد عقب. هرج عقب دیده فایده نداره، نمیتونه اینجوری از رومن رد بشه. آقا با تمام قوا دوباره گاز داد اومد سمت من، این دفعه مخواست به قصد کش رو گردن من رد بشه. وای اومد رو گردن من، من جمع کردم خودم همه عضلات گردن فشرده کردم،
فشرده کردم این اومد رو گردن من، من یه تکون دادم خیلی راحت این فشار برگشت به خودش. خدا مرگم بده اگه ایشون قوی نبود نمیدونم خاک کجا رو می‌خواستم برسم تو سر. دوره چونه ولی کابوس خان تا اونجایی که من میدونم مینیبوس نبود، سواری بود که بهت زد. سواری بود با مثلا؟ بله. شما کجا بودی که میدونی؟ عزیز من اونجا یه آقاده بود، یه من بودم. بله. اونجا هم که آقاده اتش چشماش بسته بود اصلا ندید که چه اتفاقی افتاد. بله. سواری بود، مینیبوس بود، آبی هم بود، خیلی هم نو بود اتفاقا. بمیرم. قدرت داشت، یعنی قوی بود. میگم کابوس خان اینایی که الان تعریف کردی بیشتر داستانش شبیه اون فیلم کره‌ای است که پریشب شبکه دو پخش کرد. نخند آقا، نخند پدر من، نخند عزیز من. خنده داره. فیلم کجا بود؟ آقای من میگم مینیبوس بود، خیلی هم نو بود، آبی هم بود رنگش، اومد رو گردن من، من فشار رو تعمل کردم، فشار برگردوندم، مینیبوس چپ کرد. حقش بود. اون کرد هم. ولی پدر جون، هیچ کنوم اینه که شما گفتید و من ندیدم. با گچ دستم جوری میزنم دماغ در پس سرت در بیاد. تو درس و مخش نداری؟ برو تو اتاقت ببینم. آقا کابوس اینجا بیمارستانه. خانم ببخشید بچه میخندی؟ ببخشید خانم، منظوری نداشتم. پس مینیبوسه چپ کرد. بله دیگه، مینیبوسه چپ کرد، ما هم لاجرم شدیم. آقا راننده مینیبوس شکایت کردیم، الانم بازداشتگاه گفته تا قیرون آخر دیگه هم ازش میگیرم. آقا شما که ما مینیبوس تصادف نکردیم. ببخشید نکنه شما هم اونجا تشریف داشتی، با سواری تصادف کردم. سرکار خانم ببخشید، چرت مریض بیرون منتظر شما، کارت بکن برو. آخه همه فیلمشونو دیدن دیگه. ای بابا چرا میخندی خانم؟ بفرمایید بیرون. خیلی کارتون زشته. شکو بخانم، شکو بخانم. آخه داری باقا کابوس میخشه. آره زشته. آی هیپوفیزم، هیپوفیز. بمیرم کجا؟ آی مراجم. چش درد میکنم. آی. هیپوفیز. بیا بابا. هیپوفیز ها. بیا. سلام. آقا فیلمتون پخش شده همه دیدن ها. سلام هم باشی. آقا شما خوبه؟ آقا خیلی مخلصی. شاکریم. قشنگه. بله بله خیلی دست درد نکنه. فقط فکر نمی کنی که تکراری شده این؟ عشق که تکراری نمیشه سامان. بله عشق بله، ولی این که عشق نیست، این عروسک گاوه. منم الان 12 تا ازش دارم، فکر نمی کنی تکراری شده؟ نه ببین آخه هر وقت جلوی مغازه رد میشم این گاوه رو میبینم یاد تو میفتم، دلم نمیاد برات نخرمش. آخه ببین چشم و ابروشو عین خودته. بله هر دفعه همینو میگین. بله یه لحظه صدای گاو در بیار. بله صداشو در بیار ببینم. بله بله ما سلام طلای عاشق ما. چی بغبغو میکنی؟ هیچی، برای سامان عروسک گاو گرفتم، سورپرایزش کردم. ببین سورپرایز میشه، شبی آفتاب پرست میشه. ببینم تو ناقا سامان. آره شبی آفتاب پرست بسه دیگه نگار. میبینی چقدر جدی مسخره بازی در میاره؟ من مسخره بازی در نمیارم، من الان کاملا جدیم. آره تو منم جدیم، اصلا همه جدی. فلش کن نگین جونم، چه خبر؟ اینا رو ول کن. خبر که خود خستم، ولی این خبر شنیدی؟ بابا گفت آقا کابوس تصادف کرده، دستش هم شکسته تفلی. چیزیش که نشده ها نگار جان، دارم میگم دستش شکسته تفلی. فیلمش هم پخش شده. یعنی چی؟ یعنی آقا کابوس فیلم بازی کرده؟ نه بابا ببین، یکی یه فیلمی از لحظه تصادفش گرفته، بعد همجوری دست به دست مجازی چرخیده. آره منم فیلمشو دیدم، خیلی خوب بازی کرده، انگار واقعا ماشین زده بهش. نگار یعنی چی خوب بازی کرده؟ واقعا تفلی ماشین زده بهش. واقعا ببین بازیگرو چقدر سخت میکشن. یعنی اون فیلمی که ما دیشب دیدیم پیانو افتاد رو بازیگرم، واقعا افتاد. مطمئنم یه روز ما میفهمیم تو ما رو فیلم کردی نگاه. آره اتفاقا منم فیلمشو دارم، برام اومده. بذار ولی من ناراحت شدم فیلمشو دیدم. گفتی خب یه جوری میشه آدم. این کابوسه، اینم قدرته. بذار به نگینم نشون بدم. من شک کردم اون قدرت باشه آقا ساما. قدرته؟ نه من فکر کردم تشابه اسمیه، ولی کابوسه قدرته به نظر. آره آخه ولی خب شانس آورده، کلی مشهور شده با یه تصادف. میدونی چقدر فیلمش گشته تا حالا ویو خورده؟
آره دیگه، این شبکه‌های اجتماعی اینترنت محور باعث شدن شهرت و محبوبیت بازتعریف و استحاله بشه. ها؟ هیچی، میگه از وقتی که این فضای مجازی اینا اومده گن زده به مفهوم شهرت و محبوبیت. ای جانم، الان تو فهمیدی اون چی گفت؟ بله دیگه، شوهرم زبونشو بلدم. ولی خب شانس هم آورده دیگه، فکر کن یارو یه تصادف کرده کلن مشهور شده رفته. خب همین دیگه، مشکل همینجاست. تو این فضاهای مجازی سلبریتی نماهای فیک همش فعالیت میکنن و این باعث شده که به صورت فیک و الکی فالوئراشون بره بالا. بعضی موقع به 1,000,000 فالوئر هم میرسه. آره دارم. دیگه مثل این دختر توکلیان 300,000 تا فالوئر داره، اون وقت نگین دیزاین ما هیچو 800 تا هم نداره. چی میگی تو؟ شدی آینه دقیق من دختر توکلیان؟ دختر توکلیان یعنی یه ریز چت زدی رو صفحه دختره ها. معلومه که خب تقلبیه، همینجوری فالوئر فیک و واقعی، تازه واقعی خیلی گرونتر، همینجوری خریده ریخته اون تو. من نمیخوام اونجوری باشم، نگین دیزاین اصالت داره، واقعیه. ببینید فیک بودنش اصلا مهم نیست، مهم اینه که اونا اینجوری القا میکنن که فالوور دارن. الان یه پیج هست پلنگ‌های رو به ازدیاد فضای مجازی، خب 1,000,000 فالوور داره، صبح عکس یه آب نبات میذاره تو پیجش، تا شب 370,000 تا فروخته، یه تبلیغ 1 دقیقه‌ای میذاره 2,000,000 تومان پول میگیره. بابا حالا بابا میگه واقعا کاوس تو خیابون به هم نشوندن، ولی هنوز اونقدی مشهور نشده که بخواد اینجوری بشه. که حالا یه دو نفر دیدم فیلم رو دیگه. ببخش. بله سلام شقایق جون. جان؟ آره؟ دیدی پس فیلم رو؟ همه دیدن؟ وو آره سرایدار ماست. نه بابا زن داره طفلی، بچه هم داره. چی؟ اتفاقا خواهر منم فکر میکنه خیلی بامزه است، صداشو ضبط میکنه، فیلم ازش میگیره. باشه یه دونه عکس اتفاقا نگاری نواخر ازش انداخته، داره یه جوره عجیبی حیاتو جارو میزنه. باشه حالا یه روز بیا ببین، حرف زدنش هم خیلی بامزه است. باشه باشه. آره بابا من با خانمش دوست صمیمیم. خداحافظ. همه فیلمه رو دیدن. برات کمپوت بریزم. خانم دیدی بیرون چی شلوغ شد؟ همه منو میشناختن، دورم چرده بودن. دیدی منو؟ گم آقا کاووس تو رو خدا معروف شدی، منو یادت نره. خانم این چه حرفیه شما میزنی عزیز من؟ من در هر جایگاه و شرایطی که باشم میدونم شکوفهی بوده که من به اونجای من الان اینجا نیستم، میدونم تلاش شما منو به اینجا رسونده. بعد دقیقا ببخشید پدران، شما الان به کجا رسیدی؟ به هر جا، سر دو جا. چشم با من کرده پکر میکنه میرم. باشه که بدون نکن، اینو کیخوا ببینم خجاله بکش بابا جان دیگه. چشم عزیز من، شما که با من همراه بودی تو صحنه تصادف. بله بله. دیدی چه خونی اب آواز در اومد. میگن بچه زمانی مرد میشه که خون ببینه. پدر جون از شما که اصلا خون نیمه. تیکی تیکی میشدم دورشون، خون من میپاشید که به مثلا اسوار دیدار من مثلا مرد بشی، آقا بشی، بزرگ بشی. ببخشید پدر جون. اینو بخور ما دورشون، خدا نکنه خدا سایه تو 120 سال بالا سر ما نگه داره. بیا اینو هورت بکش ببینم، هورت بکش. خانمم جان، من که میدونم لحظات آخریه که من کنار شما نگو دیگه، ایشالا 120 سال بالا سرمون باشی. آخه این آخرین کمپورتیه که دارم میخورم، بذارید این کمپورت جذب جونم شه. خدا نکنه اینقا منو هرس ندی. من خودم برمیدارم، نه بذار بردارم، من دیگه برداشتم. الو سلام. سلام آقا بهروز، خوبی؟ احوال شما؟ فیلمو دیدی؟ یکی فیلم تو دیدم. کی هست؟ بهروز آقا، بهروز بیبر باجکی. سلام برسه. سلام میرسونه. بله میگه هیپوویزه چطوره؟ دست شما رو میبوسه از دور. میگه دست شما رستون شوخه دیگه. به وقت نمیخواد، میخوای حفظنه کشی؟ نه سلام میرسونه، سلام میرسونه، کار ندارین. خداحافظ. خداحافظ. بخوب بابا.
فیلم رو همه جا پخش شده. بذار ببینم. ببخشید با اجازهتون من دارم موبایلم. حالا بذار من نگاه بکنم فیلمت دیگه. ببخشید به موبایل شما دارم دست میزنم. این چیه؟ این که مینیبوس نیست. خب مینیبوس نیست. خب یعنی چطور گفتی مینیبوس بهمون زده؟ مینیبوس بهمون زده. خب چه سواریه؟ دید داره افسر میاد سری پرید تو سواری بی وجدان. این صحنه سازی کردم. چیدی میگی؟ آره بود بچم. بده من بابا دادم یه دلو زنگ میخوره. ببین چیه؟ بردارم اشکال نداره. ببین چیه؟ بله. سلام. یه بابا. بس بله من شکوفم. خوبی؟ آقا سیروس شما این. کدوم سیروسه؟ سیروس مهمنه. سلام برسون. خوبی قول. آره فیلمو دیدی؟ شما معروف شده. بیا باشم میگه نمیتونم صحبت کنم ولی دستش داغونه. آره خدافز قربان شما خدافز سلام برسونید. این آب داره دیگه ریختی تو آب کش اینو. پس چرا یه ذره برای من نذاشتی؟ بام من که هیچی نخوردم همه به بابا خورده. نگار گوشی دسته یه چک کن ببین کوفتی دختر توکلیان چند تا فالوور داره تو صفحه. ببینم الان یا الان. ببین چون لحظه ای تغییر میکنه ها. دق نده اینقدر من و دختر. اه قشنگ فنش یا منم هواکششم. شما خیلی بیمزه ای بی نمک. ای چند تا داره میگم؟ 340,000 تا. میگم این فیلم کابوس و تا حالا 1,000,000 نفر دیدنی. میدونی یعنی چی؟ یعنی تقریبا همه دیدن. 1,000,000 نفر؟ خب میشه برای آقا کاووس یه پیج زد؟ میشه؟ آره شدن که میشه. شما یه پیج میزنی یه سری آدم هم هستن که میان فالو میکنه. خب این که عالیه. یه سری آدم میان فالو میکنن پیج هم پربازدید میشه. اون وسط ما یه نگین دیزاینایی هم میریم تبلیغ. چشم دختر توکلیان رو در میارم. آره موافقم نگین عالیه. بچه ها ببینم با یه دونه گوشی میشه دو تا پیج درست کنم. میخوام یه پیج واسه آقا کابوس درست کنم. آره شدن که میشه. شما با یه گوشی میتونید 10 تا پیج درست کنی. الان خیلی همینطوری هن. یه گوشی دارن 10 تا پیج فیک دارن. همینطوری مجازی زندگی میکنن. یه جا اسمش منوچهره. یه جا گلبانو. یه جا پیشی ملوسه. یه جا حافظ منافع قناریا. از این چیزا خیلی زیاده. همش هم عکس گل و بلبل داره. آره میشه. من خودم یه پیج دیگه دارم. اسمش عروسک گاوه. به چه دردت میخوره این پیج؟ چی کار میکنیم باش؟ با اون پیج میام توی پیج نگین دیزاین و انتقادای سازندم رو مطرح میکنم. عروسک گاو؟ که چش نخوریم. پس اون تویی. تو میای توی پیج من مینویسی اینجا نگین دیزاینه یا سر گردنه؟ من خواستم انتقاد سازندم رو به عنوان یه غریبه مطرح کنم که پیشرفت کنی. کار بدی غریبه کردم. من با دیالوگ برقرار کنم. گفتم خانم عزیز شما بیاین دایرکت اگر انتقادی داری. بعد برگشتی جلوی همه به من میگی که شما گیاهخوار شدی وحشی شدی به مردم میپری. نگین چون بلاک هم کردی دیگه رفتارت صحیح. ریپورتت هم کردم. چه عکسی از من گذاشتی؟ کیه؟ عروسک گاو؟ عکس منو گذاشتی بغل عکس گاو تو فضای مجازی؟ ببین چقدر خوبه شبیه. خدا بهتون صبر بده. خیلی خوبه. آقا کاووس ما شما رو خیلی دوست داریم. از زمان فیلمشون در اومده روز دوستت برو میبینه. آقا قلب برم سلام باشی. این آقای بس این استرایدر جدید استرامموتینایه. بله. تازه‌اش آوردم. بفرمایید. بفرمایید. دست تازه کو. قلب برم سلام باشی ان شاء الله. سلام باشی. بذم من برم. نه من برداشتم. الو. الو. صدا نمیاد. الو. آ گوشی دست مایه. خوبی؟ ای با چرا گریه میکنی؟ کیه؟ ننه مایه؟ آره. برای چی گریه میکنن؟ برای چی که؟ آخه الهی به الان گوشی هست. میگه همه جمع شدن خواست صدا تو بشنم. میگه چرا گریه میکنن؟ خب میگی ناراحتت چیه؟ دیگه میکنی بلای سر اومده. میگی بالا بگی بالا. کابل بگی بالا. کابل بگی بالا. گرفتم. الو. الو. سلام ننه نوکرتم بابا دست ببوسم نوکرتم قربت برم آقا خودم فقط بگیری خودم فقط این نگیری از دارم نگی من رو میکنم من سلام باشی چی شده ننه بر چی گیری بکنه خب چرا از من اتصال رو میشه به مرد توزی نشده که زرد دیده بایی ما بگیش بگیرم نه چیزیم نیه سلام برسون گوشی بذار برنگو بذار برنگو من همه سلام بکنم سلام نوکر همه هم
قربونت برم. آقا اراده داریم به همگی. قربونت برم. سلام. قدرت؟ قدرت خوبه. چیزیش نی؟ نه تو پیاده رو هستم با بچم. نه بابا اون که طورش نشو. گوشی گوشی گوشی. بابا یه سلام اول بکن. سلام آقا بزرگ، من خوبم. آقا قربونت برم. دیدی؟ دیدی میام من زال به چنه چیزا نارنگیش میخوره. قربونت برم. سلام برسون. همه رو سلام برسون. قربونت برم. کرتم. قربونت برم. خداحافظ. آخه چی شد؟ چی گفت؟ چی گفت؟ این بنده خدا چقدر نگران کردیم ما همه. شما اگه متعلق به خودتون نیستید دیگه این درادرهای افغان دیگه ما دیگه بیرونه شدیم رفت. آقا نخورد هیچی ها. بفرمایید. 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 یه خنده بکن. اما خود سنا بگیدیم. نه نمیدونم. ای این چرا زیر دست بغلش کن یه دقیقه بل چرا؟ ویسا بخند خیلی خوب شد. نگو نذاری اینو دوباره های بابا مردم بهش بعد بیرا گفتن کلی زیر اون عکسه. خیلی خوبه. میگم والا اشکال نداره کاووس خودش نمیدونه براش پیج درست کردی. میگیم به شما عموم بده یه ذره پیج بالا بره رقمش. میگم مگه اسم آقا کاووس هیپوفیزه؟ نه عزیز من، هیپوفیز اون چیزیه که تو فیلم گفته. من میخوام راحت همه پیداش کنم. باورتون میشه تو همین چند دقیقه فالوورا شده 10,000 نفر؟ چیکار کنیم بالاتر بره؟ زود ببین اصولا اینجور موقع ها از سوژه یا باید عکس بذاری یا فیلم. یه سری هم که دنبال همین مسائل بیفایدن. بیفایده چرا؟ خیلی هم فایده داره. فایدهش چیه نگی؟ به زودی میفهمی. ببین من فکر میکنم که نگین خانوم میخوان از افزایش فالوورای پیج کابوس استفاده بکنن بتونن نگین دیزاین رو تبلیغ بکنن. بابا خب خیلی شانس آورده. فکر کنم ماشین زده بهش تصادف کرده یا رو شهرتی به هم زده. البته این شانس نیست. ببینین یه فضایی پیش اومده که اتفاقا حالا چه خوب چه بد میتونه باعث شهرت یه کسی بشه. شانسه دختر توکلیانم همه زندگیش رو شانسه. الان همین آقا کاووس هم باور کنین اگر یکی به من زده بود تصادف کرده بودم ملت و دوستای خودم و همین خواهرم میومدن کمپین حمایت از راننده را میانداختن. نگاه کن همین الان یکی کامنت گذاشته که پیج شما فیک، پیج ما اصله. اسمش چیه؟ کاووس نقطه ملاج. چیکار باید بکنیم؟ همون فیلم و عکس رو میگیریم، میریم پیش آقا کاووس ازش فیلم و عکس میگیریم و اثبات میکنیم که کاووس مال ماست. آقا کاووس من خیلی ممنونم که شما بنده رو پذیرفتین، اجازه دادین که ما بیاییم مزاحمتون بشیم. فکر کنم که ما اولین سایتی هستیم که موفق شدیم با شما رو در رو حرف بزنیم. خواهش بفرم. من به عنوان اولین سوالم، البته اگر اجازه بدیم میخوام ضبط کنم صحبتام، میخوام از شما بپرسم که بیوگرافیتون چی هست؟ از خودتون برای ما بگین. بفرمایید. خواهش میکنم. بله من کاووس هستم. بله ایشون هم که عیال ما هستن. شکوف خانم هستن. الان مشغول تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد هستن. ایشون هزار ماشاءالله دیگه چند وقتی باید بشه که خانم مهندس مای افتخار مباهات مایه. ایشون لطف دارن خودشون مایه افتخار. بچه‌دتم سلام باشه. ایشون هم که آقا قدرت هزار ماشاءالله بنده زاده باشه. آقا قدرت یه لحظه پلش باسه بابا، پلش باسه صاف باسه بره 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 باسه 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 آقا نگی باسه لبخند بزن، لبخند بزن بابا. این پسای چاپ میشه. این آقا قدرت ما آقازاده که دیگه از هوش بسیار سرشار داده رنج میبره. خدا حفظشون کنه. یعنی شما اصلا من یه چیز بگم یه چیز میشتوفی. یعنی این بچه رو الان میبینید من یه کار مثلا میخوام بکنم نمیکنم. بعد فردا میگه بابا میخواستی فلان کار بکنی، اینقدر میفهمه. رنج اذیت اصلا جونش تو منگل است. بچه‌م اینقدر درکش بالاست. خودتون چطور آقا کاووس؟ تحصیل دانشگاهی خودتون چی؟ اونم به من میگین بنویسن. من؟ بله من که بله من دقیقاً الان شکوف خانم مقطع کارشناسی ارشد دارم بخونه. نه خیر منظورم این بودش که خودتون تحصیل دانشگاهی دارین؟ دارین دیگه. خود بله. من بله. که بله سامان و سمان خانم همسایه های ما هستن. اینا بسیار نخبه های هستن. یعنی اگه بخواهم بشین ببینیش برو ببینیش ببینیش. نه آقا کاووس من سوالم در مورد خودتونه، تحصیلات دانشگاهی خودتون. همسایه‌مون هم نخبه. نه خودتون تحصیلات دارین؟ من بله شما. آقا بلکن دیگه عزیز من تحصیلات که اصلا در دانشگاه حاشیه‌ایه. بلکن آقا. خب بفرمایید که اصل از نظر شما چیه؟ من یاد داشت کنم اصلی که ایشون خودشون رو وقت خانوادهشون کردن. چرتن. بله چرتن. آقا کاووس بزنین بریم سر اصل مطلب.
بفرمایید. من خیلی دوست دارم برای من بگین که توی اون لحظه ای که تصادف پیش اومد چی شد، شما کجا بودین، ماشین کجا بود، چی شد؟ میخوام بگم بغضی الان میگیرم بچه رفته بودیم بیرون، بچه رو بردم گردش یه تاب بدم بچه‌م و بعد این ماشین رو بذارم بچه، بچه رو ماشین میذارم بچه رو هل دادم خود وایستادم و ماشین زب ما رو ناکار کرد این بزمایه. و من شنیدم که شما به شدت خوردین زمین بعد از تصادف، درسته؟ بله، در ظاهر یه زمین خوردن ساده بود ولی شما که نمیدونید چی به سر من اومد، تمام سلولای بدن من از کار افتاد در یک لحظه، یعنی من چی نمیفهمیدم، قش زب بدم کما ریخت به هم، اصلا همه شرایط سیدی به من ریخت به هم، بی ادبی هم اصلا یاد ولی شما اینم شاید چاب نکنی بهتر باشه، من اصلا معدم دفع شد، اصلا این وضع من چشام اصلا نابینا شده بودم، چند دقیقه من نابینا هیچ چی درک نمیگم، ناشنوا نابینا نظر نمیدم همه نمیتونست حرف بزنم، باور نمیشه من یه مرگ مرضای اومده سراغم، الان این دست شکسته این درد میکنه. عجیبه آکابوس، خیلی از طرفدارای شما تو فضای مجازی تو این چند ساعت دارن ویدیوهای شما رو میبینن، خیلی طرفدار شما هستن، شما اصلا بین کار برای معروف شدین به کابوس هیپوفیز. خواهش میکنم. یه سری ها میگن اون فریادی که شما لحظه تصادف زدین به نوعی یک اعتراضیه به تمام ناهنجاری‌های موجود در جامعه، درسته این حرف؟ دقیقاً، یعنی اون فریادی که من کشیدم، دادی که من زدم، فریاد زدم بر سر تمام ناهنجاری‌های موجود در جامعه. گفتم ناهنجاری یعنی چی؟ کجرفتاری و کجرفتاری یعنی اعتراض به کجروی ها و کجرفتاری ها در جامعه. متوجهم. شو بخانم گفت سرکار خانم شکوفه خانم، سوال بعدی من از شماست، میخواستم از شما از من سوال بپرسم، معذرت میخوام. برچش میخواستم که شما زحمت بکشین از شکوفه خانم بپرسین که لحظه ای که شنیدن شما تصادف کردین چه اتفاقی براشون افتاد. جوابش بده بگم بده. سلام، ببخشید من شکوفه هستم. عکس نگی عزیز من، عکس نگی دیگه، عکس خود من بگی فقط. دوست ندارم ایشون دوست ندارن جای عکسش چاپ بشه. بله بفرمایید. من اون لحظه خیلی ناراحت شدم، خب خیلی نگران شدم، خب تصادف کرده بود، خیلی برام سخت بود واقعا. خودتون ناراحت نکنید. خدا رو شکر قد قوی هستن که سلامت موندن. سلامت باشی. خدا رو شکر. دوست دارم بدونم که چه اتفاقی واسه اون راننده افتاد زاربی که با شما تصادف کرد. رهاش کردم به حال خودش. بذارین من این جمله طلایی شما رو دقیقاً نقل به مضمون یادداشت کنم. رهاش کردم به حال خودش. به حال خودش. نقطه. آفرین. یعنی که شما رضایت دادین و اجازه دادین که اون به زندگیش برگرده. خیر. یعنی چی؟ من همه اول رهاش کردم به حال خودش، بعد دویدم دنبالش گرفتمش پدرش در بیارم مرتی کرو، خجالم بی شهور زده من از 12 نقطه منحر کرده، نابود شدم من. من رضایت بدم، رضایت چی بدم؟ من دیه میگیرم. این بچه یتیم میشد کی میخواست جواب بده؟ نه این زن بیمه میبود چون چی میخواست جواب من الان چیکار بدم بکنم؟ با این دست من میتونم چیزی بوشورم، چیزی بدم بخورم، چیکار باید بکنم؟ من الان چه غلط باید میتونم بکنم؟ من نه من دیه میگیرم. آقا اعصاب خود رو خود نکنین. خب باشه باشه آقا بگو بنویس. بنویس بعد از جراحه باید منعکس میشه. چشم من یادداشت میکنم. آکابوس یه ذره از این بحث خارج بشین. طرفدارای شما الان دوست دارن بدونن که آقا کابوسشون قرمز یا آبی؟ صورتی گل بهی، البته بیشتر گل بهی بنفش. نه منظورم اینه که شما پرسپولیسی هستین یا استقلالی؟ من تیم ملی فقط تیم ملی. من عاشق همایون خان بهزادی، ناصر خان حجازی، فوتبال یعنی همین دوتا، هیچ که دیگه من اصلا قبول ندارم. بایزت من از حضورت مرخص بشم، خبر زودتر پیاده کنم. پیاده برشیم وقتی شب خانم زنگ بزن آژانس بیاید. من مصاحبتونو میگم آقا.
چه چاپ میشه؟ چاپ که نمیشه، میاد رو سایت دیگه. من لینکشو براتون میفرستم. ممنون از محبت. لینک منو کجا میفرسته؟ چیز آدرس اینترنتیه. این عکسا رو ببینیم، مصاحبهمونو ببینیم. باز تشکر کنم. تشکر بکنم. افتخاری بود داشت نباشه. خواهش می‌کنم. خیلی ممنونم پذیرفتید. خدا بفرمایید. خواهش می‌کنم. قربان شما. خدا حافظ. بشه آش خسته شدم. هلاک شدم. بابا یعنی بی پدر منم. این مصاحبه پشت مصاحبه. مصاحبه پشت مصاحبه. همون یه خبرنگار بود و من هم یه خبرنگار بابا میایه بابا بچه اصلا داشت میرفت بخوابه گفت میایه بابا آره. میایه در میزنم بسن برو بخونم دیگه. نه من میرم باز بکنم. بابا فکر من دستم شکسته میذارم تو بری در واقع من میرم باز بکنم. باش برو باز. نه من رفتم حالا برو دیگه. من رفتم من رفتم دیگه. من میرم در خودم باز بکنم. بیا در باز بیا بیا بله در باز نه خواهش میکنم بفرمایید بفرمایید. بیا نپایر بخوشی میکنم دست درد عزیزم. بخ بخ سلام. کی بود این آقایه؟ خبرنگار. سلام علیکم. سلام. آقا کابوس محبوب گروه خواهش میکنم. خواهش میکنم. اصلا ما را چقدر محبت داریم. چند تا کمپوت گرفتم. گیلاس که خونسازه. گلابی وحشی برای اینکه قباتون سر جاش بیاد. یه کمپوت سیب برای سلامتی. و کمپوت زردالو برای نشاط. دست شما درد نکنه. راضی به زحمت شما نبوده. خواهش میکنم. دستتون چطوره؟ ما اقا خانوادگی نگرانیم. میگیم لابا درد داریم. زنده باشی. حالا خب حالا خورت خاکشی داغونه. حالا دست به کنار، درد به کنار. شما باورتون نمیشه یه سر زنگ تلفن برو بیا ایاده خبرنگار مصاحبه خیلی سخته. این مشهوریت معروفیت محبوبیت خیلی سخته. یعنی تحملش برای من هم سخت هم هزینه. من بچگی آرزون هزینه داره خدا. خیلی دلم میخواست معروف بشه هزینه بابا کنم. ولی طعم شیرینه در عین اینکه این سختی ها رو داره. خیلی شیرینه. خوش به حالتون. سلام باشه. خیلی شیرینه. سلام باشه. من راستش براتون پیج درست کردم. دست شما درد نکنه. چه زحمت کشیدیم. ما شام داشتیم شکوفه جان برای ما قورمه سبزی درست کرد. بوش میایه میشینیم دور هم میخوریم دیگه. منظورش صفحه تو فضای مجازیه آقا کابوس. یه صفحه تو فضای مجازی. اینستاگرام. به به چه خوبه. چه درد میخوره؟ در واقع میدونین یک فضاییه که طرفدارای شما کسایی که عاشق مرامتون و این با نمکی تیشون میان با هم حرف میزنن، تبادل نظر میکنن، برای شما پیغام میذارن، عکساتونو میذاریم، عکسای شما رو میبینن تو فیگورای مو. نه نه اینا به در ما نمیخوره خانم. من زن بچه دارم. بله. زندگی من همه پاشه. نگی جون زشته مگه 15 سالشه؟ بابا شما دوتا زن و شوهر چرا اینقدر بچه بازی در میاری؟ این اصلا یه بحث اقتصادی جدیه، یه جور بیزنس در فضای مدرن جامعه امروزی. کسی که تو فضای مجازی محبوبه 30,000 تا فالوور شما داره، این الان بیشتر از این میشه، قشنگ میتونی یه منبع تبلیغات و درآمد باشه. راحت میتونیم پول دراریم. نمیشه که به هوادار جماعت کم محلی کرد دلش میشکنه. من نمیکنم یه همچین کار. فقط یه روز بکنه به خود من یاد بدی من بتونم برم بالا سر پیجم که بتونم بالاخره خودم مدیریت بکنم، بتونم رسل بکنم. ساده است، خیلی ساده است. سریع یادتون نه. فقط الان من بعد یه چند تا فیلم و عکس ازتون بگیرم چون هواداراتون منتظرتونن که بله. در واقع بله خوشحال شم. هر جور راحتی بگیری، هر جور راحتی عکس فیلم هر جوری که هست. این خوبه مثلا همچین باشم خوبه. یه لحظه چیزی زشت آقا کابوسا. نه مثلا دارم دستم نگاه میکنم که اون موقع خوب بوده چجور بوده الان چجور شده. اینو گرفتی. حالا مثلا یه جور میگیرم انگار مثلا دارم فوش میدم به راننده مینیبوس. خب پس بذار اجازه بدی من ببندم پشتو. این خیلی خوبه. این خیلی چقدر تو نگاهتون اکت دارین. استعداد بازیگری داری شوهره. نه دیگه. حالا یه جور دیگه بگیرم مثلا اینجوری که چرا با من. آره اینجوری زاویهش مظلومتونم میکنه. مثلا حالا چرا به حالا یه جور بگیریم یه نگاه مثلا ببین شبیه برت لانکستر هنرپیشه قدیمی. یه جور بگیرم خالق تو عکس قشنگ خوبی نه اصلا اینطوری نیستیم تو هر من یه جور میگم یه جور میگیرم انگار مثلا اصلا حواسم نیست. خب مثلا یه خوب برگردیم اینجوری مثلا اینجوری هم سر کنیم من بگم سر کنیم شما من صدا بکنیم شما من صدا کنیم مثلا یه آقا کابوس. خب بذاری من صداش کنم. کابوس. بله. وای این خیلی خوب. این نشون شما مرد خانواده. سلام علیکم. زیرش می‌نویسم در جواب ندای همسر. خیلی ممنون. سلام. حالا بریم سراغ فیلم. یه فیلم می‌خوام
که توش دو تا پوینتو شما حتما بذارین. یک، اول یه سلام علیک خیلی گرم با مخاطبتون، اونایی که دوستتون دارن، و در آخرش میگین که این تنها پیج رسمی منه، kavus.tipoffice. kavus.tipoffice یعنی نقطه، هیپوفیس همونه که تو فیلم گفتین. خب اول سلام علیک گرم، دو kavus.tipoffice. من میگم 3-2-1 حرکت. یکم صاف بشینین آقا کاووس، قوز نکنین، حیفه. قدتون معلوم باشه بلنده. خب میریم 3-2-1. سلام عرض بکنم خدمت شما عزیزان، وقتتون بخیر هر جا هستید. ممنونم که نگران من بودید، منم نگران شما، شما همیشه تو قلب منه، من تو قلب شمایم، همیشه ما هم دیگه رو دوست داشتیم، الانم بیشتر از همیشه دوست داریم هم دیگه رو. به خاطر همین میخوام بهتون بگم که چه بر سر من اومد. من قرار بود مینیبوس به من بزنه، نزد، میخواست بشم بزنه، من بشر فراری دادم، مینیبوس خودم خورد. ایبی نداره، من جون و دلم رو کمتر سعی کنید از تلفن همراه استفاده بکنید، از بیشتر سعی کنید در کانون گرم خانوادتون دور هم باشید، خوش بگذرونید. این تلفن همراه اصلا خیلی میتونه فضای خونه ها رو سرد بکنه. تنها صفحه رسمی منو میتونید همیشه باش همراه باشید، کابوس دارتیج دارت چی بود بگم؟ دات کابوس دات نقطه هیپوفیز. مخاطبین عزیز، اداره شما رو نشون بده. مخاطبین عزیز، نگین اخوان هستم، ملقب به نگین دیزاین. سروسات رو میگردونم، ولی در واقع دلگرمی این روزهام اینه که فن پیج و صفحه اصلی آقا کابوس رو من اداره میکنم، مدیر برنامه های ایشون هستم. تنها صفحه رسمی ما در اینستاگرام الان kavus.hipofiz هست، فقط همین رو فالو کنیم. با شما هستیم. دست شما در نکنه، خواهش میکنم. خیلی زحمت کشیده شما. یکم از شما بگم. بسه دیگه نگین جون، بسه. ببینید زندگی کردن با یه سلبریتی خیلی سخته. من نظر نگیر، از من نگیر، بدم میاد. یه ذره طاقت تو خبر بالا دیگه. خانم اجازه بدین کجا برن؟ نه دیگه شما... میرم دیگه، گفت شما تشه. نه اجازه بدین شما تشریف داشته باشید. هنوز من یاد نگرفتم چجوری برم تو پیج خودم الان چجوری برم. نمیخوام، من به شما یاد میدم. شوکو بدین تو پاشو کاسه بیار. نمیخوام برین شما؟ نه دیگه، باشه یاد بدین. چجوریه؟ الان بهتون یاد میدم. یه خورده از این بخوری قوت بگی. شکوف قاشقم بیا. خانم نگاه کن ببین چی ها برم دارم می نویسن، چی کامنت هایی که بر من نمیذارن، چی به به چه چه های نمی کنم برو. اصلا شما اینا رو می شناسین؟ می دونین کی هن چی هن؟ هن؟ چرا خوشحالی شما؟ خانم نشناسم، انسان که هستن، آدمی زاده که هستن، همه دارن قلب و صدقه و میرن. بیشهور شروع برو من فوش داره بنویسه. این کی آخو من نمیفهمم؟ از این آدم هم هستن، غذا تو بخور یخ نکنه. داره جوابشو بدم، فوش میده برای من. پدر جم توصیه میکنم با اینجور افراد که ارزش زیادی ندارن و بی ادبن دهن به دهن نشین. الهی قربونت برم مامان چم، با این عقلت اجازه بده بابا جان. این باید بفهمه با کی طرفه، این باید بفهمه کابوس کیه، جلوش کم نمیارم. یه برش بفرستم آقا کابوس، نکنید این کارو. پدرته نکن، کن نکن جور بچه بفهمه. یه الان این بالا اومده، این چیه؟ این چیز ببینم، ببینم آبی اومده اینجا بزن یه در روش بده بدن. آه نوشته که من میخوام شما رو ببینم. ببینم کیه، زنه یا مرده؟ اه خانم مرده. ای چی میگی شما خانم من؟ مرده دیگه، مرده میگی من هر توش رو بخواب شما رو ببینم. اصلا چه جوابشو میدی؟ نبذار آقا کابوس، لطفا جوابشو ندی. جوابشو دادم، زدم میشه 200,000 تومان. چی میشه 200,000 تومان؟ اینه که بخواه منو ببینه دیگه خانم. آقا کابوس لطفا این کارو نکن. خانم این چه حرفیه شما میزنی؟ شما یعنی میفهمم من خودم دریغ بکنم؟ یه نفر که به من علاقه منده، دوست داره منو ببینه، از هوادارای میه، منم خودم دریغ بکنم؟ من نمیخورم یه همچین کاری، کار غیر انسانیه بابا. این پولی هم که من زدم براش پرداخت باید بکنه، این خرج هزینه ایاب زهاب و امور خیریه مقابشه. مامان جا قدرت،
بلنش بریم بخوابیم. ما غذامونو خوردیم آقا. شما هم غذاتونو بخورین. بعد از اینکه خوری صدا کنیم من میام جمع. بخور بابا. بخور غذات بخور بابا. نمیخوره. بخور بابا. بابا نمیخوره غذاشو. بلنش شو. بخور بابا غذاتو بخور. شما مرد بشخاب تو. ای بابا. غذاتو بخور بابا. تو برو تو اتاق خواب. غذاش بخور بابا. بابا غذاش بخور بابا. اینو چی؟ ریپورت میکنه من رو؟ خیلی خوب. من متعلق به همه کابوسیتی ها هستم. من عاشق شمایم. من همه تونو دوست دارم. من عاشق قلب سبزی هم. من عاشق شیشلی کدوغم. با نوشابه دست بزنید. بی نوشابه. نوشابه زدن داره. فقط دوغ. فقط دوغ. بگید فقط دوغ. فقط دوغ. آقای دوزه بیده لحظه. از خانمی شما کجاست؟ آقا که بود؟ خانم خوبیه. من زن ندارم. حلقه دستمه. حلقه ندارم. من حلقه دارم. ندارم. چیزی میگن من زن ندارم. اگه زن نداری بعد سکوف خانوم چیه؟ اجازه بده. ایشون در شهن من نبود. رها کردم بره به حال خودش. من دیدم که بچه تا جفت قدرت بود. چی؟ من دیدم بچه تا جفت قدرته. اینا رو بیرون کنید. اینا رو بیرون کنید. برای بیرون. برای بیرون. برای بیرون. برای بیرون کنید. پس چی میگیم؟ کابو. کابو. کابو سیتی. کابو سیتی. الو آقا صدا برکم مخلصیم صدا ما باشی آقا شما همونی هستی که تو دایرکت برام پیام خصوصی گذاشتی بودی؟ بله بله منو کابوسم یعنی چی؟ به چی باور نمیکنی؟ خیلی خوب آی هیپوفیزم آخ هیپوفیزم وای هیپوفیزم باورت شد؟ بیدی خودمم برمت برم آقا شما این شماره کارت منو برداشتی؟ شما 250,000 تومان برید. چرا 250,000 تومان؟ باید اینکه ست هیپوفیز برات گفتم. 200 تومان گفته بودم. من نه اون موقعی بودش که هیپوفیز نگفته بودم. میریزی بعد اون وقت من اسمسی که دریافت کردم از بانک اومد بعد آدرس برات میفرستم بیا برات ببین. بیا اون موقع برات ببین. آره عزیزم. آره شب شما بخیر. خداحافظ جان بیشهور